داوود شاهکار میکلانج قرار است برای اکسپو 2020 اکتبر امسال در دوبه حضور داشته باشد اما این مجسمه ارزشمند خانهاش یعنی فلورانس ایتالیا را ترک نمی کند. گروهی از متخصصین و مرمتکارها در تلاشن هنر کلاسیک را با فناوری روز ترکیب کرده و نسخه سبودی از داوود را تولید کنند. برای باز تولید تمام جزئیات این اثر مشهور دوره رنسانس که بیش از 5 متر ارتفاع دارد دقت زیادی لازم است این پروژه که سه ماه پیش شروع شد از سه مرحله تشکیل شده است اسکن مجسمه اصلی و تهیه نسخه دیجیتال چاپ سه بعدی بخش مختلف و در مرحله آخر ظریفکاری و سرهم کردن تکه ها به دست مرمت کارها مرحله اول این پروژه به ما یک جفت دیجیتال میده. نسخه دیجیتال هم برای مطالعه قبلی که راجع به سطح و ساختارش انجام شده مفیده و هم به سنجش وضعیت نگهداری اثر و بررسی های احتمالی آینده کمک میکنه. بهش میگیم جفت دیجیتال چون برای شناسایی وضعیت سطح مواد و ساختارش از این داده ها به جای نسخه اصلی استفاده می کنیم. این رو به آرشیوی از اطلاعات داوود تبدیل می کنیم. اسکن مجسمه داوود بیش از چهل ساعت طول کشید. چاپ سبودی این اثر نیز چندین روز زمان برد. اما در حال حاضر حساسترین مرحله به دست مرمت کارهای شناخته شده انجام می شود. آنها برای تدایی کردن کیفیت مرمر سطح مجسمه را با مخلوطی از رزین و پودر مرمر می پوشنند. ما به هیچ وجه خودمون رو با میکلانج مقایسه نمی کنیم ولی می تا جای ممکن مجسمه رو به نسخه اصلی شبیه کنیم کار سختیه چون ابعادش بزرگ و جزئیات خیلی مهمند چالش اصلی اینه که در این نسخه اولیه و آزمایشی فناوری، شیمی، فیزیک و تلاشمون رو کنار هم بگذاریم. با توجه به جنس مواد و دمای هوا، جابجایی مجسمه هم مسئله است. چون قرار از سرمای هواپیما به گرمای دوبی منتقل بشه. نسخه دوم داوود که نمادی از سلطه ایمان و شجاعت بر خشونت است پس از تکمیل شدن در محفظه مخصوصی به امارات فرستاده می شود. این اثر قرار است در اکسپو 2020 دوبی که به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود، پیامرسان امید برای آینده بهتر و امنتر باشد.